من شادان توفیقی هستم. 1979 من اومدم آمریکا. بیشتر به اصطلاح تحصیلاتم توی شهر دیترویت بود. اونجا به دانشگاه میشیگان و وین استیت یونیورسیتی رفتم و الان نزدیک 23 ساله که شاید 24 ساله که دارم در شیکاگو زندگی میکنم. من در سال 1988 در یونیورسیتی آف میشیگان شروع کردم، در یونیورسیتی آف میشیگان در دیربورن شروع کردم تحصیلات به اصطلاح دانشگاهیمو و در رشته کامپیوتر ساینس رفتم. یه چیزی بود که علاقه من همیشه بود، از حتی از بچگی تو ایران در چیزای الکترونیک بازی می‌کردم، می‌رفتیم یه کیتای کوچیک بود که می‌خریدم درست می‌کردم و خاصه همیشه مجله‌ای که ترجمه می‌شد در ایران، دانشمند بود، مجله‌ای دیگه بود که ترجمه می‌شد، اینا خیلی کمک من کرد که علاقه من بشم به اینجور، به این رشته. حالا چیزای مختلف بود که علاقه من بودم، ولی دیگه رفتم تو این قسمت کامپیوتر افتادم و ادامهش دادم و الان نزدیک من 19 سالگی شروع کردم کار کردن تو همون دیترویت، هم وقتی دانشگاهم شروع کرده بودم تقریبا، و از همون موقع رفتم توی کار کامپیوتر و الان نزدیک میگه نزدیک 30 سال میشه این زمستون، این تابستون که بیاد نزدیک 30 سال میشه که در این رشته بودم. و حالا یه مقدارش برای کسایی کار کردم، یه مقدارش برای بیزنس خودم رو داشتم و الان نزدیک 11 ساله که کمپانی Future Steps Technology رو شروع کردم در شیکاگو و فعلا که هستیم و خدا رو شکر ادامه داره. کمپانی ما کمپانی Future Steps Technologies با یه کمپانی هست که در کار به اصطلاح Information Technology ما این بسیار خبرمونه، به کاری که بلد هستیم، با میتونیم با بیزنس های خیلی مختلفی کار بکنیم، با بیزنس های خیلی مختلفی کار کردیم، از لازه هر جور بیزنس که شما فکرشو بکنین ما یه دقیقه یه جایی یه کاری باشون کردیم. حالا اگه کار ساختن، کار به اصطلاح مانیفکتورینگ باشه، کمپانی هایی که چیزی میسازن، یا توی کار رشته بهداشتی باشن، بیمارستان ها و کلینیک ها و دکترهای مختلف، یا اینکه کارهای به اصطلاح چیزی که به انگلیسی بهش میگیم پروفشنال سرویسز، کمپانی هایی که کانسالتینگ میکنن، کمپانی دیگه که کانسالتینگ های دیگه میکنن، اکاونتینگ میکنن و چیز، و با وکلا و کشور و کمپانی خیلی بزرگی که فرض کنید 2,000-3,000 تا وکیل دارن در سرتاسر دنیا، با اونا خیلی کار کردیم. چیزای کسای یه تجربه های به خصوصی رو از یه بیزنس های دیگه ای اووردیم به اینا و اینترودوس کردیم و تونستیم با اینا کار بکنیم که اونا بتونن همینطور گسترش پیدا کنن و اضافه بکنن، دفترهای مختلف اضافه بکنن، خودشونو بزرگتر بکنن و خودشونو به جایی برسونن که به اصطلاح بیزنسشون بتونن بهتر راه بندازن و افیشنت تر باشن، بیشتر بتونن که کیفیت بیزنس خودشونو بهتر بکنن. من سال اولی که از ایران اومدم رفتیم، یه سال تگزاس بودیم در شهر دالاس، یه سال ویرجینیا بودیم، بعد نزدیک 10 سال من دیترویت بودم و بعدش هم الان 20 ساله که شیکاگو زندگی میکنم. هر جایی که میریم، به قول ایرانی‌ها یه مسئله دارم، میگن هر جایی که بریم آسمون آبیه و همه هر جایی یه خوبیای داره یه بدیای داره، ولی روی هم رفته من شیکاگو رو خیلی بیشتر علاقه‌مند بودم، با وجودی که همه جا آمریکا رفتم، مسافرت کردم و خیلی جای خیلی خوبی هست، خیلی جای خیلی از دوستامون به اصطلاح مثلا میرن کشور، میرن شهرهای دورتر، میرن به اصطلاح طرفای مخصوصا کالیفرنیا اون طرفا و ایرانی ها خیلی دوست دارن اونجا رو، من بیشتر ترجیح میدادم شهر شیکاگو رو بیشتر ترجیح میدادم از همه جا، از همه جای دیگه که دیدم. حالا برای زندگی، برای دیدنی و برای کار توریستی و اینا، خب خیلی جا هست که آدم دیدنی داره و همینجا دنیا اینجوریه در حقیقت. من خیلی کشورهای دنیا رفتم، خیلی جای دنیا بودم در عرض همین چند سالی که چند 20 سالی که آمریکا بودیم. جایی که من خیلی دوست دارم از لحاظ زندگی و خیلی خوشم اومد از لحاظ اینکه کیفیت زندگی و به اصطلاح اپورتونیتی هایی که داره برای مردم،
یه جایی که معمولا ایرانی ها دوروبرش نمیرن. مثلا من از کشورهای آفریقای جنوبی خیلی خیلی دوست علاقه مند هستم بهشون، و به نظر من اگه که جوانان ایرانی دارن فکر میکنن که مثلا میخوان مهاجرت کنن برن جایی و دنبال اپورتونتی میگردن و دنبال زندگی میخوان را بندازن، میخوان یه بیزنسی را بندازن، میخوان یه زندگی از نو شروع بکنن، خوبه که یه مقدار نگاه بکنن به این کشورهای دیگه به جز اروپا و آمریکا و شاید استرالیا، و فکر کشورهایی بکنن مثل کشورهای آفریقا که داره جدن دارن جلو میرن و دارن بهتر میشن، دارن راههایی پیدا میکنن که بتونن از ریسورس هایی که دارن، از کیفیتی که در کشورهای خودشون پیدا میشه یا حتی در قاره آفریقا دارن استفاده میکنن و دارن خودشونو بهتر میکنن، و این همیشه خیلی موقعیت خیلی خوبیه برای اینکه شما وارد میشین و میتونین یه سرویسی، یه کاری، یه برنامه را بندازین که این ترقی رو کمک بکنین، و اونجا خودتون هم خیلی خیلی موفق خواهیم بود. اینجور پیشنهادی که من به دوستان میکنم اونجا، و کسایی که دیدم از ایران که رفتن اون طرفا و جدا عاشقش شدن و همونجا موندن و زندگیشون رو همونجا ادامه دادن و بچه‌هاشون بزرگ کردن و بچه‌هاشون خیلی موفق هستن، و این یه راهیه که حالا به نظر من باید جوانای ایرانی فکرش بکنن. حالا آفریقا مجبور نیستن، ولی کشورهای دیگه دنیا زیاد هست، در مثلا آسیای غربی، در آسیای شرقی، چین، هند، اینا همش خیلی کشورهایی هستن که هنوز خیلی چیزی احتیاج دارن و موقعیت هایی هست که دوستان بتونن برن اونجا و کارشون جلو بنزن و خیلی موفق باشن. ما دو تا پسر داریم که همینجا در شیکاگو دارن مدرسه های به اصطلاح مدرسه های عمومی شیکاگو میرن. یه سوالی که مردم همیشه دارن اینه که مدرسه های عمومی چه اشکالایی داره توی شهر فلان، ما که تونستیم و یه مقدار باید ذره گشتن و اینا تونستیم مرسای عمومی خیلی خوبی براشون پیدا بکنیم و روی هم رفته، خیلی خوشحال هستیم اینجور که دارن جلو میرن و پیشرفت میکنن. راستش من پیشنهادی که به همه میکنم، حالا اگه مثل بچه خودم هم میمونن برای من فرق نمیکنه، پیشنهادی که من براشون دارم اینه که همیشه فکرشو بکنن که چه خدمتی میتونن به بقیه مردم بکنن و خوشحالی که در خدمت پیش میاد، به خدمت به بقیه دیگه پیش میاد، خیلی مشکله که اونو بشه عوض کرد با هر چیز دیگه. حالا پول هست، میاد میره، پول عوض میشه، زندگی آدم عوض میشه، یه موقع خوبه یه موقع بده، ما همه جورشو دیدیم. ما الان 30 و چند ساله که آمریکا هستیم، شاید مشکل ترین جای آمریکا در دیترویت، من 10 سال زندگی کردم، بسیار جای مشکلی بود، بسیار جای مشکلی هنوز هست، ملت خیلی اشکال مختلف زیاد دارن، ولی اون موقعش هم ما خوشحال بودیم، ما با دوستامون بودیم، با همدیگه رفت آمد میکردیم، با همدیگه و مدرسه میرفتیم، به حال یه نقشه جلومون بود و میدونستیم که میخوایم دانشگاه بریم تموم بکنیم و این همیشه جلو چشمون بود، با وجودی که اینقدر فقارت دور و برمون زیاد بود و اینقدر اشکال زیاد بود در شهر دیترویت و هنوزم متاسفانه هست، اینا همش یه اپورتونتی هست و یک به اصطلاح موقعیتی هست برای گسترش فکر آدم و اینکه آدم بتونه خودش رو بهتر بکنه، خودش رو نگاه بکنه و ببینه که خب من چه کار میتونم بکنم، من چه کاری میتونم بکنم برای مردم، برای ملت دیگه. همش که همش فکر خودمون باشیم، یه مقدار فکر کسای دیگر هم بکنیم که چجوری میتونیم به خدمت به اونا زندگی خود ما رو بهتر کنیم، و این هیچ وقت این چیزیه که الان در بیزنس خودمون هم پیدا ادامه میدم. فکر ما اول کار که یه جایی میریم اینه که چجوری میتونیم یه کاری برای اینا بکنیم، بعد یه موقعی بهمون توضیح میدن خب ما اینو احتیاج داریم، ما اونو احتیاج داریم، بعد یه ذره ما گسترش میدیم، خب حالا فهم کنین که اینم کمکتون بکنه، فهم کنین این به درتون بخوره، چیزای دیگه میاریم از کار دیگه، و بعضی موقعی چیزایی که فکرشو نکردن میبینی که بیشتر کمکشون میکنه تا فکری که خودشون میکردن، بعضی موقعا نه میریم میبینیم که فکرشون خیلی عالی و خیلی کامل و سعی میکنیم اون کاری که میخوان براشون بکنن، یه خدمتی بکنیم و در نهایت زندگی خودمون بچرخه. این برای من خیلی مهمتره و این چیزی که به بچه‌های خودم هم میگم میشه. اگه تو خیابون، حالا در سنی که اونا هستن و سنشون پایینه، تو خیابون میبینی کسی کمک احتیاج داره، ببین کمکش بکنی. اگه تو مدرسه میبینی کسی کمکش، ببین کمکش بکنی. و این دوستی که بهش پیش میاد و این محبتی که ایجاد میکنه، نه اونا یادشون میره، نه تو یادتون میره، و بعداً این همیشه در زندگیتون خواهد بود. حالا میخوایم با یه مشتری دارین حرف میزنین، با کسی دیگه همیشه این خدمت خالصه در فکرتون هست و میتونین همیشه اینو ادامه بدین و اونا هم خوششون میاد، برای اینکه میدونن که تو نتیجه‌ای که میخوای از این کار بگیری فرق میکنه، نه اینکه فقط میخوای پول ازشون بگیری، نه میخوایم یه کمکی بکنیم
اون گولی که برای خودتون دارین، اون به اصطلاح اون هدفی که برای خودتون پیدا کردیم میخواین که جلو ببرین، ما میخواییم کمکتون بکنیم و این کمکت کردیم و دیگه میرم پای کار خودمون، بعد دفعه دیگه دوباره صدام میکنم بلکه میخوام باید کار بکنم. خب سو این قسمت، این هدف خدمت برای من خیلی مهمه که به بچه هم یاد بدم و به همه دیگه. اگه اونو در نظر داشته باشین، هر چی توش برین که خوشحالتون میکنه، آخرش یه جوری موفقیت درش پیش میاد. اگه نشد که خب برین دوباره چیز دیگه، ولی اون هدف خدمت، اون هدف کمک کردن همیشه به زندگیشون کمک میکنه. انشالله که یاد بگیرن. البته سختی در زندگی همیشه احتیاجه، همیشه خواهد بود. یعنی ما میایم تو این دنیا 70 80 90 سال هستیم، آخرش هم قراره بریم. اینه که به نظر من ما این تو این راه هستیم، یه راهیه که داریم ادامه داریم باش جلو میریم و آخرش تموم میشه و بعد دیگه خدا میدونه کجا میریم بعد از اون. حالا هر کسی یه فکر به خصوصی داره، ولی این راهی که ما داریم جلو میریم خیلی موقع ها هست که چیزای خیلی اشکالات جلو آدم میفته و هر کسی یه اشکالای جلو، همیشه امکان نداره که زندگی جلو بره همه چی درست باشه، یه اشکالای پیش میاد. و دو تا چیزی که من خیلی بهش تاکید میکنم، یکی صبر، این که یه چیزی که هست که ملت نمیخوان زیاد گوش کنن تو این دوره، صبر مهمه. ادامه بدین، صبر داشته باشین، یه مقدار پرسیویرنس، حالا فارسی شده نمیدونم فارسیش پرسیویرنس چی میشه، یه مقدار بکشین سختی رو به اصطلاح، اشکال نداره، این جلو میره، این تموم میشه، یه فردا یه روز دیگه است، دو روز دیگه، 6 ماه دیگه، به حال یه جوری ادامه پیدا میکنه. این نمیشه که آدم هر روز فکر کنه که همه چی قراره اونجوری که زندگیش میخواد، اونجوری که انتظار داره جلو بره. یه گویی که خیلی کار چیزا هست که ما میخوایم که برامون خوب نیست، اینا رو باید بذاریم کنار، یه ذره چیز داشته باشیم که خب شاید این به درد من نمیخوره و شاید یه راه دیگه پیش بیام. ولی آره، من همونجا که گفتم، در مخصوصا در دیترویت سختی‌ها خیلی زیاد بود، خیلی زیاد بود. ما زندگی میکردیم و دیگه پول بسیار کمی در میآوردیم، مدرسه میرفتیم، گویا اینکه ما تابستون رو بستنی فروشی میکردیم، حتی توی از این کامیونا میروندیم بستنی فروشی میکردیم، به حال یه جور زندگی رد میشد. یعنی به حال هدف اصلی این بود که مدرسه تموم کنیم، کار پیدا کنیم، زندگی را بندازیم، اینجور چیزا. و این سختی‌هایی بود که ولی کمک هم کرد که بعداً وقتی اشکالی پیش می اومد دیگه من ناراحتش نبودم، نه ما از این مشکل‌ترش هم خیلی، از این بدترش هم خیلی داشتیم و یه جور درست شد به حال، یه جوری جلو رفتیم. و این چیزی که خیلی تاکید میخوام باش بکنم روی، مثلا با بچهای خودم، آره درستون مشکل، یه اشکالی تو مدرسه هست، هر جوری، ولی اینا همش تموم میشه، اینا همش درست میشه. یه مقدار صبر نیاز داره، یه مقدار باید یاد بگیرین، یه مقدار باید این به اصطلاح این چیزی که این مغناطیسی که دارین رو یه مقدار عوضش بکنین، که عوض این که مثلا دو جور به هم دیگه میاد، دو تا مغناطیس به هم دیگه میرین اینجوری اصلا دیگه پرت میشن، اگه شما اینو بچرخونیش وقت به هم دیگه میچسبن. اینو به بچه‌ام یاد میدم، سعی کنین که ببینین مغناطیس، اگه اشکالی هست میتونین مغناطیسش عوض کنین که بتونیم به هم دیگه بچسبیم. حالا اون مغناطیس ممکنه کار باشه، ممکنه مدرسه باشه، ممکنه یه کسی باشه که باشه اشکال داشته باشین. چجوری میتونیم همیشه خودمون عوض بکنیم، یه جوری خودمون بهتر بکنیم که این مشکل حل بشه. و اگه نمیشم بلد نمیشین که خب صبر کن ببین چی میشه دیگه. نمیشه که همیشه زندگی اونجوری که ما میخوایم پیش بره. ما الان یه مدتی هست که حالا ورزش‌های معمولی که هیچی، یه مدت هست که با یه دست دوستایی که داریم که چینی هستن میریم پینگ پونگ بازی میکنیم. این خیلی جالبه برای من، از ایران از بچگی پینگ پونگ بازی میکردیم تو مدرسه و جاهای دیگه، و این حالاش هم که یه موقعیتی پیش اومد که بتونیم یه گروهی با هم دیگه بریم و بازی بکنیم، برام خیلی جالبه. کتابایی که من در عرض 7-8 سال اخیر خوندم، خب یه مقدار البته کتابایی هست که برای کار میخونیم، خب اون دیگه اونا فرق میکنه، مثلا همینجا هست، ولی کتابایی که من میخوندم در عرض 7-8 سال اخیر خیلی به بیشتر میشه گفتش که بعضیش فارسیه بعضیش انگلیسی، به ربط داره به تاریخ ایران و تاریخ بعضیاش خیلی هم فرق میکنه، تاریخ مختلف هست، یه مقدار تاریخ همین مثلا فرض کنیم 35 تا 40 سال اخیر بوده، بعضیاش برمیگره تاریخ خیلی قدیمی، تاریخ مثلا ادیان مختلف در ایران و
تاریخ به اصطلاح آدمای به خصوصی که خب به یه جایی تونستن یه جوری ایران کمک بکنن، یه جوری تونستن زندگی خودشون در ایران و سختی‌هایی که کشیدن و کارهایی که انجام دادن و اینا، مثلا اینا برام جالب بوده که به نظرم میرسه آره حالا که پرسیدین 7-8 سال اخیر اینجور کتابا بیشتر علاقه من بودم بهش تا اینکه کتابای دیگه ای که مثلا در سال اخیر خوندم. یه مقدارم کتابای فیکشن و این چیزا هست تو این وسطا میفته که بدم نمیاد. کی بود؟ 2-3 سال پیش بود که این داستان توکین لورد اف دی رینگز رو خوندم برای اولین بار. خیلی ها میگن تو مدرسه شون خونده بودم، برای من نخوندم ولی رفتم اینو خوندم، خیلی جالب بود برام. در زندگی اشتباه خیلی کردیم و خب بعضی موقع آدم فکر میکنه که خب اگه اشتباه که یعنی اگه یه چیزی بهتر میدونستم شاید مثلا این راهو نمیرفتم یا این کار نمیکردم. و همون چی گفتم برای ما مشکل بود که مثلا اون موقع که در به اصطلاح 1980 دهه 80 مثلا تازه وارد آمریکا شده بودیم، خودمون می‌خواستیم جا بدیم، می‌خواستیم یاد بگیریم و خب یاد گرفتن یک کمی مشکل بود. نمی‌شد که اینترنت نبود که بشیم. الان من می‌بینم که جوان‌ها دارن از ایران میان، خوشبختانه انگلیسیشون خیلی خوبه، اینترنت رو کاملا بلدن، هر کاری می‌خوان همونجا میرن یاد می‌گیرن و میرن کارشون انجام میدن و این خیلی برای من جالبه، برای اینکه خب ما یه همچین موقعیتی نداشتیم. کاری که میتونستیم بکنیم و هدفی که در زندگی گذاشته بودیم و چیزی که جلو چشمون بود همین چیزایی بود که از دور و بریامون یاد میگرفتیم دیگه و محدودیتایی که اونا داشتن. مثلا یه کسی رو میدیدی که میگفتی مثلا حالا یه مثلا اگزمپل، یه کسی که مثلا میگفتش که آره من دارم مثلا توی استاک مارکت هستم. خب مثلا یه کسی همسن سال ما تو اون موقع توی استاک مارکت خیلی عجیبی بود. حالا بشین گوش کن از چی یاد بگیر که چیکار میکنی، چجوری چیز کرد. بعد از اینکه این برنامه میکنیم نه خیلی خیلی باید یاد بگیری تا بری تو این برنامه. مثلا جالب بود برای من که پسر مثلا این موقع پسر ایرانی بود که به من گفتش که آره من توی استاک مارکت هستم و اینوست میکنم و پول در میارم. خب اینا برای من جالب بود، ولی تنها فقط از بین همه این دوستایی که داشتیم یه دونه پسر ایرانی بود که گفت مثلا بلد بود که تو این کار ادامه بده و بتونه یه زندگی ازش در بیاره. خب این برای من جالب بود، ولی حالا از اشتباه نمیدونم اشتباه بود، ولی خب این محدودیتی که الان میدیدم که من اون موقع داشتم اگه یه جوری میشد بهترش بکنم خب کمکم میکرد، ولی مشکل بود که بشه فکر کرد که اون چیه. من 13 سالم بود که اومدم آمریکا و اون موقع با پدر مادرم اومدم آمریکا و اون موقع تصمیم گرفته شد که حالا شاید بد نباشه، چون سال قبلش انقلاب بود و مدرسه ها بسته بود یه مقدارش، مثلا شاید من 3 ماه خورده بود که مدرسه نرفتم اون موقع، یادم نیست چقدر وقت بود که خب انقلاب بود و مدرسه ها بسته بود و اینا. بعد دیگه گفتم شاید مثلا حالا این بهانه این چیزا که اتفاق افتاده شاید یه سال ما اینجا باشیم و انگلیسی یاد بگیریم و بد نباشه برامون. و خب این یه سال شد 35 سال الان ولی و من دیگه نتونستم برگردم، یعنی موقعیتی پیش نیومد که به نظر بیاد که باباجی که خیلی کوچیک بودم پدر مادر من برگشتن و من اون موقع 13 سالم بود، دفعه بعد که دیدمشون 15 سالم بود، ببخشید 13 سالم بود، دفعه بعد که دیدمشون 15 سال بعدش بود 28 سالم بود و اونام به دلایلی که پاسپورت بهشون نمیدادن و نمیتونستن از ایران در بیان خلاصه نتونستیم هم دیگر ببینیم. ولی حالا دلیلی که اون موقع مثلا حالا فکر کنیم که هدف فکر کنیم که خب حالا دلیل داره که من اینجا بمونم یا خوب برگردم ایران، خب جنگ شد، اتفاقای دیگه افتاد، مشکل تر شد زندگی و دلیل خوبی نمیدیم که حالا اون موقع وقت خوبی باشه که من برگردم برم ایران به اون صورت. و همینجوری ادامه دادیم و بعد دیگه از موقعی که وارد دانشگاه شدیم دیگه وارد دانشگاه شده بودیم دیگه، اصلش می‌خواستیم بیایم که اینجا بریم تحصیل بکنیم دیگه و دیگه موقعیتی پیش نیومد که من بتونم برگردم ایران. حالا ایران برای من مثل یه آرزویه، یه رویایی که انشالله یه موقعی بتونم برگردم و ببینم و دیگه اون ایرانی که من میشناختم نیست به احتمال قوی. خیلی اونجوری که خب میشنوم و میبینم میدیا میبینم خب خیلی عوض شده دیگه، همه جا عوض شده. آمریکامون آمریکایی که ما 35 سال دیگه 35 سال پیش اومده بودیم نیست، ولی البته خیلی خیلی آرزومه که برگردم بتونم و ایران دوباره ببینم. اگه موقعیتی پیش اومد برای من یا برای بچهای من که بتونن برگردن زبان فارسی رو ادامه بدن، بتونن بهتر از من یاد بگیرن حرف بزنن و همه چی از آز ادبیات و کالچر و این کشوری که بسیار قدیمیه بسیار کهنی است، 3000 سالشه،
خدا میدونه چند هزار سالش و بدونن که خب چقدر این مهم بوده و این کشوری که الان مثلا مارجینالایز شده با اون کشوری که ما داریم یکی نیست و ایران برمیگره و یک به اصطلاح کشور بسیار عالی خواهد شد ایران و میشه. و این خیلی برای من مهمه که بتونم اینو به بچه های خودم رد بکنم که اونو علاقه و محبت به ایران داشته باشه. فکرهای دیگه، حالا من میگم همیشه فکر جوانان هستم. من خیلی دوست دارم که فکرهای اونا رو باش آشنا بشم، میخوام ببینم که این دنیا قراره به کجا بره، میخوام از اونا یاد بگیرم تا اینکه خود من بخوام بهشون چیزی یاد بدم. برای اینکه اینا دارن، شما جوانا دارین توی دنیای بسیار دنیا که شما توش بزرگ میشین بسیار فرق میکنه با اون دنیا که من توش بزرگ شدم و حالا بچهای ما هم همینجوری خواهد شد. ولی اینکه جوانان بتونن همیشه این به اصطلاح این گول جلو چشم خودشون داشته باشن که حالا از لحاظ ترقی، از لحاظ کیفیت زندگی چجوری میخوان زندگی خودشون رو بهتر بکنن، اینو همیشه در نظر داشته باشن و هیچ وقت با مدرسه رفتن کارتون عقب نمیافته، با به اصطلاح درس خوندن هیچ وقت کارتون عقب نمیزه. یه موقعی میشه که آدم یه چیزای جلوش میفته که به نظر میرسه شورتکاته، به نظر میرسه که این راه میانبر میشه، آره این راه میانبری هست و این به نظر خوب میاد. خیلی خب، من مثلا ول میکنم میرم دنبال این کار. خب اگه نمیتونی ادامه بدین یه حرف دیگه ای. همیشه اون هست که خب به دلایل مختلف نمیشه ادامه داد و این یکی از سخت ترین کارهای زندگی من بود که با این تدریسم بتونم بدونم که کار میکردم در این حال. توی همین کار کامپیوتر بودم، میتونستم خیلی راحت فکر کنم که خب منم میتونم مثل بیل گیت بشم، برم اونجا کارام ول مرسم ول کنم باشم برم دنبال کاری و میلیونر بشم. خب نه، همه برای همه کسی اتفاق نمیفته. از تدریس هیچ وقت عقب افتادن از تدریس یا جلو بردن در تدریس هیچ وقت کار شما رو عقب نمیندازه، همیشه کمکتون میکنه. و تدریس تو این جامعه الان منظورش اینه که بتونیم به جای برسیم و یه مدرکی داشته باشین که نشون بده که شما این کارو کردین. حالا تدریس همیشه ادامه خواهد داشت، هنوزم من دارم یاد میگیرم، یاد گرفتن تمام میشه، ولی تدریس اصلی و مدرکی گرفتن هیچ وقت ضرر نخواهد داشت براتون. حالا اگه رفتین و خوندین و دیدین که خب نمیخواین اون کار بکنین، به هر حال اون چیزی که یاد گرفتین رو میتونین به جای دیگه اپلایش بکنین و در یه راه دیگه برین، ولی هیچ وقت کسر نمیشه از تدریس و مدرسه خوب رفتن تموم کردن و یه مدرکی داشتن.